این انتخاب رو شورای ملی مقاومت در این سرفصل تاریخی انجام داده و انجام میده و فکر میکنم که سازمان مجاهدین خلق ایران به عبارتی بشه گفت با فدیه این رهبر خودشون، مسئول اولشون، در راه اهداف عالیه مردم ملت ایران سهم بزرگی رو به ملت ایران، بخش فدیه بزرگی رو به ملت ایران هدیه کردن و بایستی فلواقع تا اونجایی که برمیگرده به از طرف مردم ایران بایستی از سازمان مجاهدین تشکر کرد فلواقع که تونسته این ظرفیت بیکران رو داشته باشه که از این مسئول گرانبهای فکر میکنم که بدون رقیب گذشت بکنه و این هدیه. من این انتخاب رو فلواقع تبریک میگم و جای شهید ارزشمند مقاومت حسین نقدی که در 2 سال پیش پیگیرانه این مسئله رو پیگیری میکرد و همینطور کاظم رجوی که مثل یک خواهر، مثل یک مربی، مثل یک رهبر مریم رو بهش علاقه داشت و همینطور کاظم باقرزاده، جای اون رو خالی میبینم در این برد. آقای اقبال فرمایش دارید. شما وقتی شورای رهبری مجاهدین تشکیل شد به حق اون رو یک فتح مبین خوندینش؟ من شورا بیشترش رو آورد. فکر میکنم که همینطور که الان فرمودین انتخاب خواهر مجاهد مریم رجوی به ریاست جمهوری و رأی که ما امشب اینجا میدیم یک فتح عظیم تاریخی و ملیه و حقیقتاً چه افتخاری بالاتر از این برای ما که در این رأی گیری شرکت کنیم و به انتخاب ایشون رأی بدیم. میخواستم از ته دل پیشا پیش این انتخاب فرخنده رو به مردم ایران و به ویژه به زنان تحت ستم رژیم ضد بشری خمینی تبریک بگم. من انتخاب خواهر مریم رو به ریاست جمهوری از صمیم دل تبریک میگم و امیدوارم این تعالی و ترقی که توی سازمان مجاهدین به وجود آوردن، حتی اگر 1000مش تو اجتماع ما به وجود بیارن، کشور ما تبدیل به یک گلستان و یک ابرقدرت خواهد شد. ولی از طرف پرسنل تیز پرواز، عقابان تیز پرواز خوشحال خواهند شد که یک سیمرغ بلند پروازی همیشه بالا سرشون به عنوان فرمانده کل قوا خواهد بود.